روز آخر ما شما سر اجکس کار کرده بودیم و اینجا دیده بودیم که مثلا اگر یک نفر یک میخواد که یک ریکارد انسرت کنه میتونه که بدون پیج ریلود یا بدون پیج ریفرش یک ریکارد از طریق اجکس کال انسرت کنه. نه تنها ریکارد انسرت کردن بلکه هر آپریشن کرده که بخواین توسط اجکس کال انجام داده میتونین. باز هم امروز یک آپریشن یک تاسک دیگه را انجام میدیم تا که شما ایران ببینین که مثلا بجز از اینکه دیتا را پست میکنیم دیتا ریتریف چطور میکنیم. باز با همین دو طریقه که دیتا را پست ریتریف کردین هر آپریشن دیگه را توسط اجکس کال انجام داده میتونین. قسمی که میبینین ولی یک ریکارد اگر من انزرت میکنم بدون از اینکه پیج ریلود شوه و بدون از اینکه مدل ما کلوز شوه یا کدام افکت دیگه باشه ریکارد من انزرت میشه. ولی بعد از انزرت کردن ریکارد چون ایجا ریکارد ریتریو ما توسط اجکس کال نکردیم بخاطر از اینکه ریکارد ایجا ریتریو شو مجبور میشیم که منوالی پیج ریفرش کنیم. ولی از اینکه وقتی که ما منوالی پیج ریفرش میکنیم در اون صورت کود ریتریف کردن دیتا فرام دیتابیس اگزیکیوت میشه که در همی پیج 14.php وجود داره. حالا اگر خواسته باشیم که نه رقم نشوه و بدون پیج ریلود زیر یک ایونت یا بعد از یک آپریشن میخوایم که اتوماتیکلی فقط امی تیبل دیتا خودا رینیو کنه و دیگه پیج هر بخش دیگه که داشته باشه و ریلود اصلا نشه، به او خاطر باز برای ریتریف کردن دیتا از اجکس استفاده میکنیم. برای هنوز قسمی که میبینین یه دیتای ما چیزایی که اوجا ما میبینیم از این جای برای ما لود میشه. یعنی جا اگر شما ببینین ما شما کنکشن انکلود کردیم، سلیکت استاتیک فرام استودنت، باز آرڈر بای استودی آیدیش کردیم، کویری رن کردیم و هر چند ریکارد که از کویری میاد توسط لود دیرو ریپیت میشه و ما شما رو را ریپیتدلی میبینیم. اگر قسمی که پیشتر گفتم احیانا نخواهیم که کار شوه، باز میتونیم بسیار با سادگی اول خو اگر هیدر از باڈی جدا کنم ایجا ما مده یک تی باڈی تیگ میگیرم و تی باڈی تیگ کلوز میکنیم در آخر تیبل. ای برای ازی که ما شما باڈی را از هید جدا کنیم و کنترول بالای باڈی داشته باشیم. If you refresh it you will see the same records. تی باڈی کدام کار دیگه نمی کنه، فقط یک رپر بخاطر کل روحای باڈی ما شد. ولی اگر نخواسته باشیم احیانا که ایجا ای ریکارد ما شما از این طریق که توسط پیج ریلود در خود داکومنت ریتریو میکنه و سیت میکنه نخواهیم، مثلا این رجی مکمل کت میکنم سیوش میکنم و شما اینجا میبینید که هیچ ریکارد نمیه، فقط سترکچر تیبل از این تی ایچ یا تیبل هیدر رو میه، دیگه باڈی را ما شما اینجا نداریم. حالا اگر خواسته باشیم که بر از این باڈی یک چیز از جکویری سیت کنیم، از جاواسکریپت سیت کنیم، بسیار ساده است. ببینید برای تی باڈی مثلا ما یک آیدی میتم و آیدی از ایرا سیت میکنم کی باشه مثلا تی بی ال باڈی و توسط از این تی بی ال باڈی را تارگیت کرده دیم و چیزها را از خود جاواسکریپت روان کرده، یعنی گپ دینامیک ایچ تی ام ال که بود برای زوی ریچ تی ام ال شا جنریت کرده یا روان کرده میتونیم. یعنی اگر اینجا ما بیاییم ایون خود بخاطر سبمیت کردن دیتا و دیره دیگه غرض نداریم، فرض کنیم اگر ایجا باشیم و بخواهیم که وقتی که داکومنت ریدی شد در این تیبل باڈی یک چیز از ایجا سیت کنیم بسیار بخصوانی میتوانیم. یعنی سعی کنیم اگر ما بخواهیم که تارگیت کنم آیدی تی بی ال باڈی خودا و بخواهیم که در این دات ایچ تی ام ال سیت کنم، فرضاً هر چیزی که ایجا خواسته باشین ایجا براتون سیت save and refresh. You can see یعنی این جکویری سلیکتر است، یعنی ما شما آیدی سلیکت کردیم که ایدیش تی بیل باڈی باشه که ایدی از این تی باڈی تگ است و دات ایچ تی ام ال فنکشن که کال میکنیم، هر ایچ تی ام ال که خواسته باشیم اونجا سیت کرده میتونیم. این اگر خواسته باشیم یک رو کالم داشته باشیم you can even create the tags for the row and column. یعنی اگر خواسته باشیم که از اینجا ما شما یک رو را جور کنیم و روی ما بسته باشه دیار در داخل رو، اگر مثلا ما خواسته باشیم که تی دی را یک تگ تی دی داشته باشیم
در داخل تیدی مثلا اگر ما شما نیم یا علی یا خان یک چیز داشته باشیم، اگر ریفرش میکنیم میبینیم که من حیث یک سلمه. مثلا اگر ما یک نوشته میکنم، باز در همینجش ما شما دیگر رو اگر دیگر سل خواسته باشیم که جور کنیم، اینجا مثلا ما خان نوشته میکنم 7 ریفرش. یو کن سی هر قدر که ما در اینجا HTML مارکاپ جور کرده میرم، او در همین تی باڈی با مترتیب جای خود گرفته میره. ولی کاری که ما میخواییم این نیست، کاری که ما میخواییم این است که برای از این تی باڈی این مارکاپ از کجا بیه؟ از دیتا بیز بیه. مارکاپ خود ما خیر جنریت میکنیم، قسمی که پیشتر ما اینجا که کٹ کردیم اینجا که جنریت کرده بودیم. برای هنوز قدر میخواییم که وقتی که پیج ریلود میشه، اسنکرونیسلی از طریق اجکس کال ریکوست شوه با یک جایی که ای اچ تی ام ال بریزی جنریت کرده روان میکنه، نه که ما منوالی خودمون این رقم سیتش کنیم. به این خاطر باز ما یک اجکس کال میخواییم اینجا انجام بدیم و این اجکس کال ما شما فرضاً میخواییم در یک فانکشن انجام بدیم. سو وات آیل دو، ما اینجا یک فانکشن میخواییم بگیرم در هر جای اسکریپت که بود، مثلا اینجا جاوا اسکریپت فانکشن کال. در فانکشن به خاطر اینا میگیرم تا که هر جایی که ضرورت داریم اونجا بار بار را کال کرده بریم. اینا یک نی سه چهار جای شاید کال کنیم. مثلا من اینجا می نوشتم میکنم با نام شو لیست یا شو آل. این رقم یک فانکشن جور میکنیم و در این فانکشن ما شما مثلا آل میخواهیم که یک اجکس کال باشه. بخاطر اجکس کال شما میفهمید که ما چی را کال میکنیم، دالر دات اجکس ایرا اسم کی جا پیشتر کردیم دالر دات اجکس. و در داخل از یالی ما شما پرامیترها یا پراپرتی های اجکس کال خودا جای با جای میکنیم، یعنی هر ریکارد که میخواییم ریتریف کنیم. سو وات ویل دو، پراپرتی های اجکس کالی برای از این کال کار داریم، اول خوی یوارلش هست، یعنی با کدام پیج، با کدام ادرس، با کدام جای سرور میخواییم به خاطر دیتا را ریتریف کردن ریکوست کنیم. اینجا باز یوارلش هم میدیم. آره شو کود ما در هیچ یکی از این پیج ها نیست، به خاطر که شو کود یا سلیکت کویری را که ما رن میکردیم سابق در همین پیج اینجا در باڈی تیبل رن میکردیم. آره کیوں نیست؟ آره مثلا میخواییم که یک پیج داشته باشم که برازو ما ریکوست کرده. فار اگزامپل ما بریزی یک فایل جور میکنم با نام شو اسکریپت دات پی ایچ پی بهتر دی تانوزی پیج وجود نداره. دوم تایپ از ریکوست ما چی باشه؟ مثلا ما میخواییم که یک گیت ریکوست کنیم. سو تایپ از ری میگیریم گیت، یعنی که از طریق یو آر ال بریزی پیج ما اسنکرونیسلی ریکوست کرده بتانیم. دیتا ما آپشنال است، قسمی که روز گفتیم دیتا اگر میخواین به ریکوست روان کنین، اگر کدام ویر کلاس میخواین داشته باشین یا کدام دیگه کاندیشنال، یو کن سند دا دیتا. اگر نمیخواین یو آپشنال است، هیچ روان نکنین. ولی ما میگیم که برای زی پیج ریکوست شوه از طریق گیت ریکوست، ای پیج برای ما ریکارد ریتریو میکنه. در او صورت وقتی که سکسسفل ریتریوال انجام شوه، ریکوست سکسس شوه، بازی جا ما یک بخش سکسس در اجکس کال داریم، میخواییم که اینی فانکشن رن شوه اگر ریکارد سکسسفلی اگزیکیوت میشه. سو وی هاف دیس فانکشن پارت. و در فانکشن حالی اگر دیتا را میخواییم از او تعریف داشته باشیم، دن وی ویل سی در رسپانس آر در دیتا، در دیتا آر در response anything that you wish. And response hai ajax call mo chi as ek variable as the response variable data mo bare mo mein aur har response ki me khaim mo bhi gire mazu taraf me khaim ke dar pishtar ke kar kada bolum dar table body ura set karum tbl body dot html har response ki azu jame me khaim ki ja set That's it. یعنی قدر اجکس کال ما میشه تا که اسنکرونیسلی دیتا را از این راوت، از این سکریپت پیج، از این فایل جایی که ریکوست میکنیم ور داریم، او برای ما ریکارد روان میکنه. در صورت سکسس دیتا ما در رسپانس میه، ما میتونیم هر جایی که رسپانس را سیت کنیم با یک سلیکتر انتخاب کرده در HTML را سیت کرده میتونیم. یک رایش است، تنها رایش نیست. ما میتونیم از اون طرف رسپانس را به شکل جسن بگیریم و اینجا توسط یک فوریچ لوپ را لوپ ثرو کنیم و سیتش کنیم. ولی حالی ما میخواییم که ساده باشه، بوی خاطر امو کود که ما پیشتر کاپی کرده بودم و کلش میاریم و ایجا در یک نو فایل پیستش میکنیم. کنترول N ایجا پیستش میکنیم. این
را سیف میکنم با همین نام. So I'll just take this name, copy, save. مثلا برزی نامی را dot php یک پیج برزی جور میکنم. So I'll just save it. And now as you can see, اینجا ما شما یک php بلاک داریم. همون کل کار سابق ماست. php بلاک داریم. کانکشن را ریتریف میکنه. کویری را جور میکنه. خب به حیث تست اگر ما نخواهیم مثلا این کار شود. سعی کنم اگه کل کود ما از اینجا کت کنم. و فقط یک static چیز از این طرف روان کنیم که ببینیم که برای ما چی را ریتریف میکنه. کنترول X مثلا از اینجا هر چیز که ما ایکو میکنیم از این پیج او در رسپانس سکسس اجکس کال ما میره. یعنی اگر ما اینجا ایکو کنم که هلو آل now if I save it now see this این پیج وقتی که شو آل فانکشن رن میشه اجکس کال میکنه برای زی راوت. این راوت ما اینجاست. این برای ما هلو آل ایکو میکنه. وقتی که او هلو آل ایکو کنه او ریسپانس ما میاد در ریسپانس ویریبل و او را ما سیت کردیم با تیبل باڈی. حالا اگر ما خواسته باشیم که شو آل فانکشن ما در وقتی که داکومنت ریدی میشه در وقت کال شود سو ایل جس کال ایت شو آل. بعد از اینکه داکومنت ریدی شد شو آل فانکشن کال شود. ناو جس سیو ایت اند ریفرش ایت. یو ویل سی هلو آل. یعنی هلو آل آل اسنکرونسلی توسط از اجکس کال ما از پیج ریکوست میشه ای برش ریترنش میکنه و در ریسپانسی را ما گرفته بعد تیبل باڈی خود سیت کردیم. حالا اگر ایج از بجای هلو آل ما که پیشتر براتون گفتم هر مارکاپی که ما بخوایم که ریترن کنیم وی کن دو ایت. یعنی اگر ایج ما خواسته باشم که رقم یک HTML مارکاپ ایج ریترن کنم سو ایل جست سی TR آل آی کن جست کپی ا مارکاپ فرام هیر. یو کن سی مثلا اگر احیانا فرض کنیم که می رقم داشته باشیم if I just copy and paste it save it now see وقتی که ریفرش میکنم سیم رو را برای ما ریترن میکنه. اگر همین را ما توسط یک لوب ریپیتیدلی رن کنم باز ما ملتیپل رو را داشته میباشیم. یعنی اگر ایجا ما دوم سوم چهارم رو را ایجا داشته باشیم ریفرش شما ایده میتونیم که دینامیکلی و بدون پیج ریفرش ولی خب پیج به خاطر ریفرش میکنیم که چنجز ببینیم ولی اگه این فانکشن ما با دیگه جای کال کنیم بدون پیج ریفرش هر روی که ما از جا ریترن میکنیم او رو ما ایجا در ریسپانس گرفته توسط اجکس کال ما در تیبل باڈی خود سیت کرده میکنیم. ولی دیگه کاری که میخوایم بکنیم این است که ما مثلا نمیخوایم که ایجا مستقیمی رقم ستاتیک روها را ریترن کنیم. ما میخوایم که از طریق اجکس کال ما سو ایل جست کپی ایت برای اینکه اون چیزی که کپی کرده بودم گم شد کنترل زد از طریق ای اجکس کال ما مثلا میخواهیم که اینی لاجیک را رن کرده دیتا را از دیتابیس گرفته ریترنش کنیم و این لاجیک هیچ جای تغییر نمیخوره. فقط بجز از اینکه پیش ما را در داخل پیجی کو میکردیم آل باید من حیث یک HTML مارکاپ در سترینگ فرمت ریترنش کنیم. قسمی که میبینین اینجا ما کانکشن نیاز داریم. ما همو کویری را باید داشته باشیم. کویری را باید بالای کانکشن رن کنیم و اینجا ما شما ریکاردار را لوب کردیم و اینجا ما شما در روی را دیسپلی کردیم. فقط تغییر کاری میه که ما میخواییم اینجا در کل یک HTML جنریت کنیم و را ریترن کنیم. و HTML که جنریت میکنیم اینجا هر ستیتمنت آل ایکو نمیشه چون میفهمین که اگر ایکو شوه اونجا ما فقط یک رسپانس را گرفته میتونیم و این اندیویجوال ریکاردار ایکو کده نمیتونه. به این خاطر ما اینجا یک HTML جنریت میکنم. چی رقم؟ که ما پیش از لوب اینجا فرضاً یک با نام HTML یا با نام دیتا با نام هر چیز که باشه چون فرمت HTML مارکاپ داره به این خاطر ما با نام HTML یک ویریبل هم سازم و این را خالی میمانیم. حالا میخوایم وقتی که لوب رن میشه یک یک رو را میفهمیم که هر چند رو که در دیتابیس باشه یک یک رو را ریپیت لیجه برای ما جور میکنه و ریترنش میکنه. حالا میخوایم که هر یک رو در ای HTML ویریبل من حیث یک مارکاپ سترینگ ستور شده بره. به این خاطر ما ایره میگم که دالر HTML ویریبل ما مساوی میشه برای زی سترینگ. حالا میخوایم که رو باید یک سترینگ باشه. What I'll do is یک double quotation string باز میکنیم و میخوایم هر چیز که بعد از این است ای باید که دهی assign شده بره. And one more thing که اینی php ما ایجا که close شده ای را از بین میبریم برای زی که حالی کل یک php فایل است. پیش بخاطر integration html و php ما شما بلاک php را جدا کرده بودیم. So I'll remove this
اند باز دیگه هر جایی که پی اچ پی بلاک ما است او را هم ریموف میکنیم. یه پی اچ پی بلاک ما کلوز است، یعنی جایی پی اچ پی بلاک هم از بین میبریم. ناو دیس از آل وان پی اچ پی بلاک. حالا ببینین میگم که این رو قسمی که ما استاتیک سابق یک رو را جور میکنم، امی رقمی رو باشه، ای سلش باشه، در داخل سل آل پی اچ پی بلاک نیاز نیست، ایکو نیاز نیست، مستقیم میگم که ای ویریبل سیریل نمبر بخاطر ازی که برای ما یک دو سیره جنریت کنه ای را اینکریمنت کردیم. فقط یک تفاوت است که آل ای باید بیرون از سترنگ پی اچ پی باشه، برای ازی که ما من حیثی یک سترنگ پی اچ پی ای تیبل جنریت کرده رایستیم. بای خاطر ای سترنگ که ایجا باز کردیم ایجا بستش میکنم و کانکتینیتش میکنم، یعنی یک سترنگ باشه رو را باز کنه، در اوج سل باز شوه، بازدن ویلی به سل که است از این پی اچ پی ویریبل بیایه و بعدن باز این مارکاپ از کل مارکاپ های ما باید که در داخل سترنگ به باز کانکتینیتش میکنه، مارکاپ ما ایجا شروع میشه، باز ادامه داره، این سل که بسته شد دوم سل باز میشه. با مو ترتیب آله میخواییم که ایگو را پس کنیم و در سل دومی قیمت از امیر رو قسمی که سابق میگرفتیم از اینجا بگیره و کتش کانکتینیت کنه و بعدن هم این پی اچ پی بلاک نیاز نیست. فقط کاری که جمع کرده را استومی است که من مارکاپ کت ویریبل ها و کانتنت خود کانکتینیت میکنم قسمی که نارمال یک سترینگ کانکتینیشن میشه، تاکه برای ما در کل یک مارکاپ اند دیتا مارکاپ جنریت شوه، یعنی که HTML تگ ها و دیتا در عموم من حیث یک نارمل مارکاپ جنریت شوه و ما او را ریتن کده بتانم. همین پرکتس خود شما ادامه داده میتانین، یعنی هر جایی که مارکاپ است در داخل دبل کوتیشن و هر جایی که خود ویلیو های پی اچ پی است او را بیرون از دبل کوتیشن کتش کانکتینیت کنین، ای برتان یک واحد تیبل جنریت میکنه در فرم HTML. You can see, so I'll just keep editing it. Fakat string close and string pause and then concatenation dot the php may form in concatenation operators. So I'll just do this to all of it. ترتیب وقتی که نارمال دیتا ما خلاص شد داره شما میبینین که جما بیشتر مارکاپ برای پیکچر هم داریم. اگر خواسته باشین این را اگنور کرده میتونین برای ازی که کارتان کمی آسان شد. سی اف آی جست کٹ دیز آل، اگر این تیدیو را ما از ایجا کٹ کنم کنٹرول ایکس، ناو یو کن سی ایجا میخواییم که سترنگ ما را بسته شد. در آخر سترنگ که بسته شد ای قوس ما بیرون می. Now you can see که ایجا ما شما proper یک چی را جنریت کردیم، یه قسمه که ما شما static یک رو را پیشتر return می کردیم، حالی ای رو تا کت دیتایش توسط ای لوب جنریت شده و با HTML پیج اد شده میره. برای ازی که ای single assign نشه، اگر امی رقم مای را بانیم ای فقط last رو را با HTML assign می کنیم، یعنی یک variable assignment شما می فهمین نی که وقتی که برای یک variable ما multiple bar value assign کنیم چی میشه؟ باز دو last value assign میشه. برای ازی که اگر یک بار اول رو دی assign شو دوم بار که loop repeat میکنه دوم رو که میخوایم اینجا اسائن کنیم، در اون صورت باز ما شما فرست ویلیو از دست میتیم، او از ما گم میشه. به اون خاطر حالا مثلا اینجا یک سمی کالن باشه تا که کل اکسترینگ اینجا اسائن شوه. اگر میخوایم که کتی پریویز ویلیو ای ویلیو ما بیای بازی را کانکتینیشن اسائنمنت استفاده میکنیم، یعنی که دات مساوی، دات مساوی یعنی پریویز ویلیوی که داره کتی از اون نیو ویلیو کانکتینیت کو تا که کل روها در HTML بیا. و در آخر میخواییم که ایجا وقتی که لوب تکمیل شد HTML ویریبل خود ایکو کنیم دالر HTML. اینجا که HTML ویریبل خود ایکو میکنیم از جایی که ریکوست کردیم در رسپانس می و رسپانس رو به تی بادی سیت میکنم. Now see, اگر جای اشتباه نکرده باشیم و ایرا ریفرش میکنیم شما میبینین که کل دیتا را شما از Ajax کال ایجا گرفته میتونیم. فقط image and options ما اوجا کٹ کردم. حالا اگر خواسته باشین او هم بیایا برای ازو ما پس ای چیزایی که کٹ کردیم ایجا پیست کرده میتونیم، ولی چون ایجا ملتیپل اٹریبیوتا استفاده شدن کده سنگل ان دبل کوتیشن یا باید کمی اصلاح شون. بای ترتیب که اول خو در داخل دبل کوتیشن باید سنگل کوتیشن برای ازی ما استفاده کنم، برای جایی که پروپرتی ها هستن
مثلا اینی پراپرتی ها خیلی مطلق کار نداریم، پسش میکنیم. با می ترتیب در HRF هم جایی که دبل کوتیشن از صورت تبدیل به سنگل میکنم، ایرا می فامین بیسیک رولی پروگرامنگ است که در داخل سترنگ باز اگر خواسته باشیم این رقم پراپرتی ها به درد ما میخوره باز از سنگل کوتیشن استفاده کنیم. And I can just ignore this for now. So now we are almost good to go. با می ترتیب ایجا جایی که دبل کوتیشن است ایرا به سنگل کوتیشن تبدیل میکنیم. And now the same rule applies. تا جایی که مارکپ HTML است تا اوجا در داخل سترنگ و جایی که ویلیوی ما صورتش کانکتینیت میکنیم. یعنی تا ایجا میخواییم که ایک قسمی کی دبل کوتیشن باز است تا که ایکولی در داخل سترنگ مارکپ تگ ها بگیره. امی رقم TD دوم باز میشه، MH تگ گرفته میشه، پاتش سیت میشه. بعد از پات ایجا میخواییم که آدرس اکس از ویریبل رو بیایا از جایی که دیتابیز ما شما کوئری کردیم. و اینجا باز میخواییم که ایرا بسته کرده و کوتیشن خود شروع کنیم. این باز کلش مارکاپ HTML است، باز TD هم بسته میشه، TD باز میشه، HRF است. با می ترتیب اینجا ما میخواییم که کانکتینیشن انجام بدیم. So from where? From here. یه دبل کوتیشن کانکتینیت PHP بلاکش رو پاس میکنیم و با می ترتیب اند باز باید که داخل کوتیشن بیا و ویریبل بادی هم داخل کوتیشن میاد و بعدن بلاک PHP رو ما شما کن ترتیب. And this is good. آلیا با می ترتیب ادامه داده جایی که دیگه ویریبل استفاده کردیم میرم کانکتینیت میکنیم. So update records. This is the variable name. This is fine. Variable value که اسائن میکنیم از اینجا. That is all. ببینین اگر میرا سیف کنم و پیج خود ریلود کنم we have a problem. یک جای کانکتینیشن اشتباه گرفتیم. استاد این جسی میکالم the picture the deletion. حالا اگر سیفش کنیم و ریفرشش کنیم now we are good to go. Now you can see we are retrieving the data asynchronously without page reloads. فرزان حالی ما میخواییم وقتی که یک ریکارد سیف میکنم پیشتر که بعد از سیف کردن ریکارد نیاز داشتیم که پیج ریفرش کنیم، حالی میگم وقتی که ریکارد سیف کنم اوتوماتیکلی در بیگراند باید که ریکارد ها برای ما فچ شوه نه که پیج ریفرش شوه. حالا اگر ما بیایم اینجا ما تیار شوال فانکشن داریم که اجکس کالا برای ما انجام میده. این شوال فانکشن ما میتونیم در سکسس پارت ریکارد انزرت کردن ما که پیشتر که اجکس کال داشتیم در اونجا کالش کنیم. یعنی اگر ایجا بیایم فارم ریسیت میکنه و بعد از فارم ریسیت مثلا میخواییم که ایجا یک شوال فانکشن برای ما کال شد. Now save it and see. Refresh the page. حالا اگر یک نو ریکارد اید میکنه مثلا میگم که آبیده age, gender, for example hobbies and if I have to select a picture and then address. Now see. حالا اگر سبمیت بٹن کلک میکنم ببینین چند اکشن انجام میشه. سوال ران میشه، فارم ریسیت میشه و بعد از اگر ما داخل بیایم اوتوماتیکلی وداوت پیج ریلود شما میبینین که ریکارد ها هم خود به خود برای ما ریتریو میشن. This is how we can retrieve data asynchronously in the background without page reload. و اگر میبینین تنها افکت ما بالای تی باڈی میبینیم کته هیچ جای دیگه ما کدام افکت صورت نمیگیره. وی تی باڈی هم که است توسط جکویری سیت میشه که توسط جکویری اجکس کال میشه و توسط جکویری با استفاده از دام منیپولیشن شما میبینین که ما یک الیمنت تارگیت کده اشتیمیلش سیت کده میتونیم. این کار یک کمی آسان بود
فقط جنجالش دیج است که ما شما باید مارکب در داخل سرور جنریت کنیم و ریتانش کنیم. ریتانش که کدی موجا در پیش پیورا دیگه کارا همو رقم هستن. فقط این کانکتینیشن شاید کمی برایتان گدوات بای خاطر معلوم شوه که ایجا ما ویلیو ها را در داخل مارکب کانکتینیت کردیم توسط کانکتینیشن آپریترش. ولی اگر شما ای برایتان جنجالی میشه میتونین آسان هم کار کنین که میتونین جایی که ای دیتای تان میایه، مثلا ای دیتای تان است، ای دیتا را ایکولی کارا را از بجای ازی که در سرور انجام بدین کی جا مارکاپ را جنریت کنین، مکمل ای دیتا ویریبل تان را ریتن کنین با اجکس کال تان. ایجا میتونین که من حیث یک جیسن آبجیکت را ورداشته و جیسن آبجیکت را ایجا لوب کنین. خب بازم اگر اینجا لوپش میکنین یا اوجا لوپش میکنین کار یک کار است. اگر از اینجا لوپ میکنین باید کانکتینیشن تان انجام بدین، برای ازی که از جکویری هم که شما HTML اوجا سیت میکنین در داخل سترینگ باید باشه، و اگر از سرور هم HTML شما میخواین ریتن کنین در سترینگ باید باشه. این باز دپند میکنه نظر به ریکوایرمنت شما که تنها ریکارد ریتریو کردن است یا کدام دیگه آپریشن هم سرش پرفارم کردن است. اگر تنها ریکارد ریتریو کردن باشه، باز اینجا باشه یا اینجا سیم کانکتینیشن استپ داره، سیم مارکاپ جنریشن داره. ولی اگر شما ریکارد داره به خاطر ازی که در تیبل سیت نمیکنین دیگه اهداف هم دارین، باز شاید شما این دیتا را من حیث یک جیسن آبجکت بجا ریتن کنین. فقط ایجا کو میکنین جیسن انکود ویریبل و ایجا جیسن پارسش میکنین، باز من حیث یک جیسن آبجکت هر رقم آپریشن که بخواین جای مارکاپش استفاده میکنین، کلکولیتش میکنین، هر آپریشن که بخواین قدم میتونین. فقط ایجا اگر استفاده میکنین از سنتکس PHP و اگر ایجا استفاده میکنین از سنتکس جاواسکریپت باید استفاده کنین یا جکویری. سو دا چویس از اپ تو یو. فقط کاری که میخواستیم بکنیم این است که ما چطور میتونیم که اجکس کالا به خاطر ریتریو کردن دیتا استفاده کنیم. اجکس کال با کدام جای میشه، کدام متد است، دیتا را اگر روان میکنین اختیار دارین، اگر نمیکنین هم اختیار دارین، و از اون طرف که برایتان ریسپانس میه چطور ریسپانس آور داشته میره شما پروسس کرده میتونین. فردر پروسس ها خود لیمیتلس است، یعنی برای هر هدف میتونه استفاده شود. در از حال اگر مثلا خواسته باشین کدام کویری فیلتر داشته باشین یا بیشتری را فیلتر کنین، میتونین از این بیشتر دیتا را روان کنین. فرض کنیم چند رای از این وجود داره. یک خسابق که ما کار میکردیم اگر متوجه بوده باشین، اینجا ما اینجا آریام از طریق URL یک ویریبل کریت کرده دیتا را ریتریو کرده میتونیم. اگر اینجا مثلا بگیم یک سپسیفیک ستودنت آیدی شا میخواییم، مثلا استیوی آیدی ما مساوی میشه لیتس ای که اینی 57، فرضاً میخواییم که این دیتا را با یوزر با سکریپت خود با این پیج خود رو با. حالا اگر اینجا بیم میتونیم که قسمی که پیشتر در URL value میامد آلی اسنکرونیسی در URL variable در توسط get method variable روان میکنه. آره ما شما میتونیم از get request variable تا کنیم اینجا استفادهش کنیم. مثلا اگر اینجا خواسته باشم که بگیم dollar ID مساوی میشه با dollar underscore get و variable که اینجا define کردیم std ID. ولی اگر خواسته باشه مثلا تنا همی ایدی جا برای ما بیست و ایکن جا سی ویر std underscore id is equal to dollar of id. Now just save it and refresh it. You will see a problem. And where is the problem? Uncaught type error. MySQL fetch associate argument must be of type result set boolean is given. Where is it? Where std id is equal to the dollar of id. Aren't we getting the id? Okay, MySQL underscore fetch associate data is query. This should be fine. EID را یعنی concatenate نمی کنیم؟ نی در داخل query خود می دانیم مستقیم پرده. اگر خواسته باشین کنکتینیتش هم کنین، ولی در داخل مثلا اگه جمع 57 بگویم now 7 refresh still that is not the problem. The problem is این ایج اگر ایج ریتریوش نمی کنیم نی مستقیم ایجا where کلاز ها ای دیتا را ریترن نمی کنه. where std id کالم و نامش صحیح است. where std id is equal to this id and the value is in the single quotation. 7 refresh. So now we have this problem. Wait a minute. Okay. Just
save and refresh now. No, that is not the problem. The problem is ki je where class karna mikana. Where class chura karna kana. Where id is equal to 57. 57 id modosh then. Let me just remove this where class. Oh, ij order by ki pass istifada shava. That was the problem. ID 57 as ija bayad where class istifada karim. Yani dar akhir order by mein query format hai ma ghalat bhi. Where std underscore id is equal to 57 within the single quotation. Now save and refresh, you will see the record 57. Aal agar peshtar wari ija ma pass the URL variable set me konam wa az ija az URL variable istifada kada ija me khayam ki concat dar dakhil query istifada ish kun concatenation ham me tane na be da ikhtiyar darin wa ija chun dar dakhil php mustaqim variable ara dar string me shnasa to there is no need. Now you can see same record. Masalan agar az ija id 56 arawan me konim ari, let me see who is it. Now refresh, this is Ali Khanzada. So it means that وقتی که مثلا ما خواسته باشیم به این طریق هم میتونیم که دیتا را سابق واری در خود URL روار کنیم. اگر از این طریق نمیخواین باز رای دیگهش که است این است که ما شما ایجا گفتیم که ما شما به هر ریکوست میتونیم یک optional data property را در اجکس روار کنیم. ما ایجا دیتا را بگیریم و در داخل دیتا property میتونیم که ایجا key value اساین کنیم. And I'm not pretty sure ki syntax is chi as ko key masalan std id wa value figure kuru mi rakam ya 57 yam dakhil double quotation ya single quotation shayad bhi hai. Let me just check it. Ale same variable as copy wa I'll just paste it. We just ifadesh kare agar formatted data ma durust basha then that will return. Formatted data ma ke galat hai sura return na mikana. Okay, key and value, this should be fine. I'm not sure, wait a minute. Ek bar ja check ish me karim ki masalan data and ajax call ki formatted data is cheers. Okay. Formatted data. Where do we have it? Success, timeout, here. خب کی کیاس داخل کوٹیشن نامه ہے یعنی کی را باید که ما بدون کوٹیشن بگیریم دیگه فارمیٹ شاید صحیح باشه. Now save it and refresh it. We are not getting it till now. کامانش تو exactly there should be a comma. Now save and refresh. Now we are fine. خب اینجا حالی ما ملتیپل دیتا را روان کرده میتونیم اینجا میتونیم مکمل یک آبجکت هم روان کنیم و میتدش که از چیز سپسیفای میکنیم. یعنی اگر ما از طریق URL روان میکنیم میتدش گیت هست از طریق دیتا هم که روان میکنیم اگر اینجا تایپ یزی گیت باشه باز میتد ما گیت میباشه با همون دار اندسکور گیت را ریتریف کرده میتونیم. ولی اگر تایپ یزی را پوست گفتیم بازی هم باید که با میتد پوست ریتریف شوه. اگر دوم ویریبل روان میکنیم مثلا میگیم که کاما و دوم باشه که std gender و ویلیویش مثلا باشه که female. Now you can retrieve multiple values. ایجا مثلا مالی در gender variable میتونیم که $_get and then هر کی جا define کردیم با موی value جا بری ما return میکنم. So now you can use this data maybe for the filters. اگر شما متوجه باشین در ویب پیجا سرچ که میشه با می ترتیب میشه. فقط ایجا مثلا اگر ما شما یک سرچ باکس داشته باشیم و سری کی پرسش اسنکرونیس کال انجام بدیم یعنی میشوال فانکشن تا انجام بدیم و سری کی پرسش ویلیو آور داشته و ایجا روان کده در ویر کلاس میچش میکنیم ای اتوماتیکلی اسنکرونیسلی برای ما فلتر شده میره. فقط این قدس که یعنی ما فکس یک ویلیو ران میکنیم اوجه در کی پریس از تکس فیلد ویلیو بیاید. این میشه دینامیک سرچ تان کی را شما من حیث پرکتیس در امی مثال اگر کار کنین هم میشه. فقط یک دیمو بود امی جمعی رقم میمانو میره جندر مال کار نداریم و برای هنوز ای باشه فقط ای ویر کلاس چپس میکنیم چون ای شو آل که است برای ما کل لسته باید ایجا نشان بده به ترتیب.
So you can do that. یعنی با همین طریقی که ما شما کار کردیم توسط اجکس کال، در عموم تنها چیزی که نواسینی اجکس کال است و دام خود بیازو میفهمین که وقتی که ریسپانس میاد توسط دام استفاده کردش طور سیدش میکنین. در این اجکس کال آره شما هر آپریشن پیچ پی که در پروسیجرال پیچ پی خوانده بودین آره آتومیت کرده میتوانین. قسمی که میبینید ما انزرت ریکارد و شو ریکارد ایجا گرفتیم، دیلیت ریکارد با می ترتیب، یعنی آلی زیر بطن دیلیت آلی شما می تانین که یک ایونت را ترگر کنین، آیدی را پاس کنین، اسنکرونیسلی را شما دیلیت کنین. یو کن دو دا سیم هر آپریشنی پیچ پی که باشه سیم اجکس کال است. یو آر ال تایپ دیتا اگر نیوز باشه سکسس ان دیر از ان ایرر پارت. اگر ایرر میخواستین در صورت ایرر چی رن شوه نین شما ایجا ایرر و میتونین از اوی هم شما یک بار چکش کنین مثلا که اگر ویلیو بود در صورت HTML ریترن شوه، اگر نبود یک چیزی دیگه ریترن شوه و ایجا شما با چکش میکنین که اگر رسپانس مساوی با فیلیر بود در صورتی کار نکنه و اوجا باری ما یک سوال یا الرت نشان بده. یعنی که کل کارهایی که ما پیش کردیم و کل کارهایی جام اعتبار داره، فقط حالی ما شما کلاینت ساید و سرور ساید یک جای استفاده میکنیم. کنترول ایج اگر کار داشتین کلاینت ساید سکریپت است، کنترول ایج اگر کار داشتین سرور ساید سکریپت است. کردویش شما بلد استین و نظر با کریتیویتی تان هر چیز که بخواین آلی جور کرده میتونین. سو آی تینک دات از وات از امپورتنت فار یو تو لرن ان اجکس. اف یو هاف انی پرابلم اور کوشن لیت می نو. فقط کاری که شما باید کنین این است که اینجا یک سرچ باکس را جور کنین، اگر نشد پیش که یکان نیمتایتان تا که لایف سرچ انجام شود. همی سیم فانکشن کمی تغییر میدین. اگر نشد با ما بگوین ما ایجا انجامش بریتان میتون که با سری کی پرسش هر چیز که تایپ میکنین در نامش مثلا یا در مختلف فیلد هاو جا میتونین دراب داون هم بگیرین که بیز دوان چی سرچ شود. اول فقط برای نام بگیرین که فایت میکنه، هر نامی که تایپ میکنین اوتوماتیک فیلتر شده برا و سری کی پرس برای تانی لیست خورد و کلام شده برا. سیم فانکشن است، یک تکس باکس اضافه میشه. اینڈ ایف یو هاف انی پرابلم دین دو لیت می نو. دوسری رای که داریم، یک رایشی است که وقتی که یک ریکارد را دیلیت میکنه یعنی سل مربوطهش را تارگت کرده ایدی شا بگیره. یعنی حال خو پیشواری ما وقتی که ریکارد را دیلیت میکنیم سر ازی انکر تیگا پیش کال کرده بودیم. اگر یادتان باشه لیت می جاست گو تو دا کود، از جایی که ریکارد را دیلیت میکردیم ویر ور وی که شو سکریپت، در شو سکریپت که آمدین ایجا میبینیم که زیر دیلیت ما با یک پیج ریکوست میکنیم و برای زو پیج ما شما در URLش ID را پاس میکنیم. یه حالی هم کار میکنه، this is fine till now، ولی حالی مشکل ده ای است که وقتی که ما شما با یک پیج را روان میکنیم ای باز اسنکرونیس نمیشه، یعنی که پیج ریلود میشه کتی ریلود ریکارد دیلیت کردن. مثلا اگر بخوایم که از ایجا ریکارد دیلیت کنم، سو اف آی سی دیلیت میبینین که میرا اوجا پس می ایجا پیج ریفرش میشه و به صورتی که پیج ریفرش شد باز شاید بعضی از دیتای ما و خوبی های اجکس که داشتیم و از بین میره. به این خاطر آلی اگر ما خواسته باشیم کی دیلیت بدون پیج ریفرش کار کنه، باز ما به این پیج روانش نمیکنیم. یعنی یا خود مکمل ای انکر تگ از بین ببریم و یا اگر بتن تگ تبدیلش کنیم، یا اگر از بین نمیبریم ای اچرفش باید که دیگه دیسیبل شوه و اچرفش دیگه باید که کار نکنه. And let me just give it a try. اگر HRFش از ایجا ما کٹ میکنم و ای را خالی میمانم دیگه فارمیتش بطن مانند باشه. Now if I save and reload it I have the same button but it won't work. یه جای نمیرا حالا مجبور استیم که click event یزی را handle کنیم و در زیر click event یزی یک Ajax call داشته باشیم. بر ازی که click یزی handle کنیم برش یک ID مثلا میتیم و میگیم که ای باشه btn delete اور ای آئی ڈی رازی جا کاپی کردم میبریم بجای که اجکس کال خود میکنیم. ای جای یک جای یک ایونت برش هندل میکنیم. مثلا ما میگم که باشه دالر آئی ڈی بی ٹی این دیلیت ڈاٹ کلک. وقتی که سر ازی بٹن کلک میشه وی وانٹ ا فنکشن تو رن، فنکشن
و در داخل از این فانکشن مثلا یک کاری میخوایم که کنیم بوی است که let's say we want the an alert box to pop up. So I'll just say alert hello. Now if I save it and refresh it, say go agar delete megum, so we have a problem. Let me just go to the console. The console may be named ki where are we mistaken. Save and click OK. Mistake imami from in the kujosh. Can anyone tell me where are we mistaken? Anyone? Come on, talk to me. No one. Mistake ما در ایجا است که ما شما ایجا بطن تگ گرفتیم و بطن تگ که است او بطن آی دی و بطن آی دی که است او ریپیت بوده نمیتوانه ایجا که ما شما آی دی را بریزی گرفتیم ای کتی کلی از یا ریپیت میشه یعنی که کتی کلی انکر تگ های که ما ایجا داریم کتی کلی دیلیت بطن ها سیم آی دی میه و ایجا لی فگر اوت کده نمیتونه که اکشن بالای کدام یکی از یا بگیره so that is the biggest confusion for this right now حالا اگر مثلا خواسته باشیم که آی دی نباشه تا که ریپیتیدلی استفاده شوه باز بریزی ما شما ای را باید به کلاس تبدیل کنیم so I'll just remove this and bring it here کلاس ما باشه آره اگر مثلا ما میگم که میخوایم که زیر سر از این کلاس یک ایونت بگیرم سو ایل سی دالر انستید آف هش وی کن سی دات بی تی این دیلیت و سری بی تی این دیلیت که کلک میشه وی وانت دیس الرت تو پاپ ناو لیت می جست سیف اند ریفرش دیلیت Okay, still not working. Let me just check it out first.